بعد از دستگیری مشخص شد اعتراض به صدور حکم اعدام برای ستن از معترضان آبان 1398 که هشتگ اعدام نکنید را در روزهای اخیر در توییتر داغ کرد واکنش سخنگوی دولت ایران را هم برانگیخت است <applause> علی ربیعی در یادداشتی که روز شنبه در روزنامه ایران چاپ شد علاوه بر مقصر دانستن تحریم های آمریکا در بروز اعتراض های 98 به طور تلویحی نسبت به پیامدهای اجرای این حکم هم هشدار داد مطابق معمول در کنار یک خاص طبیعی افکار عمومی که به اعتقاد من باید به آن احترام نهاد زیرا هر اقدامی که از سوی دولت به مفهوم اهم صورت میگیرد باید با نگاهی به مسلحت و منفعت مردم ثبات و آینده ایران و جامعه باشد این بار هم در یک برنامه موج سوارانه رئیس جمهوری آمریکا با وقاحتی باور نکردنی در توییتی به زبان فارسی خواستار توقف اعدام این متهمان شد صحنه‌هایی که اتوبوس‌های مربوط به شهرداری رو آتش می‌زنند امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و محاربه به اعدام محکوم شدند. با وجود تایید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی، وکلای آنها هنوز امیدوار به نقض این احکام هستند. سه تن از جوانان به جان آمده ما در اعدام با راه افتادن کارزاری با هشتگ اعدام نکنید شماری از هنرمندان به آن پیوستند در میان واکنش های خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی به زبان فارسی به این موضوع واکنش نشان داده بود سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات به مرگ محکوم شدند اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است اعدام این سه نفر پیامی اصفناک به دنیا میفرستد و نباید انجام شود علاوه بر دونالد ترامپ شماری از دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری هم به صدور این احکام اعدام انتقاد کردند همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر, وزیر اسرائیل که در توییتی مردم ایران را شایسته رفتار بهتری از سوی حکومت جمهوری اسلامی دانسته سه جوان ایرانی محکوم به اعدام شدند تنها جرم آنها این است خواست آنها برای زندگی بهتر و کرامت مردم ایران شایسته بهتر از این هستند. علی ربیعی در یادداشت دیروز خود با وجود انتقاد از واکنش های خارجی به این احکام پیوستن چهره ایرانی به کارزار اعدام نکنید را اثر نگرانی ملی خوانده و ابراز امیدواری کرده که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با رعفت و عدالت برای حفظ مسلحت عامه تلاش کند این در حالی است که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام هم در گفتگویی که دیروز در روزنامه ایران به چاپ رسید موج اعتراضها به صدور این احکام را واکنشی طبیعی به عدم شفافیت مراحل رسیدگی به این پرونده دانسته است از روز اولی که این افراد بازداشت شدند باید مشخص میشد چرا بازداشت شدند و اتهامشان چیست اگر اتهام ناموسی یا امنیتی بود حق بود که طبق قانون دادگاه علنی نشود اما وقتی دادگاه ناموسی یا امنیتی نیست باید علنی میشد ضمن اینکه باید همان موقع اعلام میکردند نه اینکه منتظر بمانند تا زمانی که حکم اعدامشان صادر شود و تازه در این هنگام به مردم اطلاع رسانی شود دیر خود، دیر خود. آبان 1398 در پی افزایش ناگهانی نرخ بنزین اعتراض های سر و سری در شهرهای ایران رخ داد که به شدت به دست نیروهای امنیتی سرکوب شد. دست کم 300 تن کشته و هزاران تن هم در جریان این اعتراض بازداشت شدند. حکم اعدام این سه جوان در حالی توسط دستگاه قضایی ایران صادر شده که هنوز شماری از بازداشت شدگان در جریان اعتراض آبان 98 بلا تکلیف در زندان به سر میبرند. ناز میرزا خلیلی رادیو فردا